بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شاگردای عزیز، دختران و پسران خوب. امیدوار هستم از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین و درس هایتان همیشه با خود بخوانین و زمانی که دروس صنف 7 بخیر به مکاتب آغاز میشه با یک آمادگی کامل و مکتب برید و هم نکات بهداشتی را هم مراعات بکنید و در قسمت صحتتان توجه زیاد داشته باشید. خوب شاگردای عزیز، با می امیدواری که درس گذشته را هم خوانده باشین و تکرار کرده باشین با خود و کارخانگیش هم انجام داده باشین و امروز هم بازم با خود مواد درسی مثل قلم، کتاب و کتابچه با خود داشته باشین. پیش از اینکه درس جدید آغاز بکنیم، یک مرور کوتاه و درس گذشته خود میکنیم که درس گذشته ما شما چی بود؟ یعنی کدام موضوع بود؟ بله، غزوات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. شما در مورد غزوات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواندین که مسلمین توانایی پیدا کردن در برابر مشرکین می جنگیدن و روز به روز تعداد مسلمین زیاد می شد، یعنی کسایی که به دین اسلام مشرف می شدن تعدادشان روز به روز هم در مکه معظمه و هم در مدینه منوره افزود می شد و مشرکین از هر نوع مشکلات در مقابل از اینا دریغ نمی کردن، یعنی به خانه هایشان تجاوز می کردن، به مالشان، به خودشان و تا قحطی و دروازه ها و خانه هایشان چی می کردن؟ محاصره می کردن. اما با وجودی هم مسلمین به رای خود ادامه دادن و تا بالاخره که قدرت یا توانایی دفاع از خود پیدا کردن و چندین غزوه یا جنگ با مشرکین انجام داد. میتونین بگوین که کدام غزوات از غزوات مشهور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود؟ بله، چندین غزوه بود که مثلا غزوه بدر بود، غزوه خندق بود، احد بود، حنین بود، فتح مکه بود که در همه از این غزوات یعنی پیروزی نصیب مسلمانان شد و مشرکی شکست خورد. این بود شاگردای عزیز ما درس گذشته ما شما، یک تکرار خلاص با این درس خود ما شما کرد. حال یکی از موضوعات دیگه درس خود یا از مضمون تاریخ و فصل تاریخ اسلام هم میخوانیم که درد امروز ما شما خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. البته پیش از اینکه درس آغاز بکنیم، موضوع درس و اهداف درس بر شما معرفی میکنم. صنف ما باز هم صنف هفتم هست، مضمون تاریخ هست. موضوع: آیا میدانید خلافت حضرت ابوبکر صدیق چگونه آغاز شد؟ درس 28 و صفحات کتاب شما صفحه 65 الا 66 هست. اهدافی که برای این درس تعیین کردیم که تا ختم درس شاگردای عزیز شما به این اهداف برسید و این اهداف به دست بیارید، این اهداف ما قرار زل هست. آشنایی شاگردان با اسما و سلسله نسبی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دو، آشنایی شاگردان با چگونگی عملکردهای دوران خلافتش. سه، آشنایی شاگردان با اولین خطبه حضرت ابوبکر صدیق در آغاز خلافت و آشنایی شاگردان با فتوحات و وسط قلمرو جهان اسلام، یعنی اسلام در زمان حضرت خلافت حضرت ابوبکر صدیق تا کدام اندازه سرزمین مسلمین وسط پیدا کرد و چقدر پیش رفت و کدام جاها را تصرف کرد. خوب شاگردان عزیز، شما به تصویر توجه بکنید. شما در تصویر چی را میبینید؟ بله، شما در تصویر یک غار میبینید که به نام غار سوریت میشه و این غار غاری است که حضرت ابوبکر صدیق و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از شر مشرکین در اینجا پناه برده بودند. خب ببینید که اول در مورد خلافت حضرت ابوبکر صدیق ما شما در تا بخیر با هم یک جا پیش ببریم. اسم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبدالله، کنیتشان ابوبکر و لقبشان صدیق بود، یعنی نام اصلیش چی بود؟ عبدالله بود. کنیت به نام جد یا پدرکلانشان ابوبکر نام داشت
و لقبشان صدیق بود. صدیق به نام صادق راستگو. و این لقب کی برشان داده بود؟ لقب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برای حضرت ابوبکر صدیق، این لقب صدیق برشان داده بودن. در دوره جاهلیت به نام عبدالکعبه مسما بود. عبدالکعبه یعنی پدر کعبه. این نام یا لقبش بود در زمان جاهلیت. حضرت ابوبکر صدیق البته 2 سال بعد از ام الفیل به دنیا آمد. خب در مورد ام الفیل کسی میفهمه شاگرد عزیز؟ معلومات داره؟ بله. ام الفیل سال است که ابرهه لشکرکشی کرده بود به مکه معظمه، یعنی به طرف کعبه شریفه، و این توسط پرنده هایی که در او وقت به نام ابابیل یا در عربی ابابیل یاد میشه، توسط سنگچل هایی که اینا به منقار خود داشتند و اینا پرتاب میکردن، و ایش لشکر بزرگ با اونمو پرنده های خورد یا به نام ابابیل یاد میشد، این لشکر شکست خورد. یعنی 2 سال بعد از سال ام الفیل حضرت ابوبکر صدیق به دنیا آمدن. که شجره حضرت ابوبکر صدیق در جد ششمش به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میرسه. بعد از رحلت حضرت ابوبکر، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در یک جلسه عام مسلمین، یعنی همه با حضرت ابوبکر مسلمین حضرت ابوبکر صدیق به خلافت برگزیدند و حضرت ابوبکر صدیق در آغاز خلافت خود یک خطبه را بر مردم ارائه کرد که در این خطبه حضرت ابوبکر صدیق چنین گفتند: ای مردم، من را به حیث خلیفه انتخاب نمودید. من از شما بهتر نیستم. اگر خوب کردم یا اگر خوبی کردم مرا همراهی کنید و اگر عمل بد انجام دادم مرا منع کنید. نیرومندترین شما نزد من ضعیف و ضعیفترین شما نزد من از من قوی تر هست. هر قومی که اعمال بد یا در هر قومی که اعمال بد رایج شود یا پیدا شود، او قوم به بلاها گرفتار می شود. این اولین خطبه بود که حضرت ابوبکر صدیق برای مردم ایرا ارائه کرد و گپایش شما شنیدین و گفتین که به این رقم گفتن. حضرت ابوبکر صدیق البته در 2 سال خلافت خود جلو ارتداد، یعنی مرتد شدن بعد از اقوام گرفتن. مرتد شدن یا ارتداد گشتن از دین و شرک آوردن به خداوند یا دعوای پیغمبری هست. البته در این زمان ایدی از مرتدین دعوای پیغمبری کردند که از جمله مسلمه کذاب بود که این کسی بود که دعوای پیغمبری کرد، ولی توسط ابوبکر صدیق به قتل رسید و پیروانش به دین اسلام دعوت کردند. خب بعد از این حضرت ابوبکر صدیق برای مرتدان هم پیغام فرستاد به این مطلب. ما متن مکمل بر شما میخوانم تا متن مکمل بگیرین که در این پیغام حضرت ابوبکر صدیق چی نوشته کرده بودن. نوشته کرده بودن: به نام خداوند بخشنده و مهربان، از ابوبکر خلیفه خدا به سوی هر کسی که این نامه بدو میرسد، از خاص و عام، مسلمین و مرتدین. یعنی بر کل نوشته کرده بود، تنها به مسلمین نه، برای عام و خاص، برای مسلم و مرتد. درود بر آن کسی که پیرو هدایت است و پس از هدایت و دلالت و کوری بر نگشته. او کسی که پیرو هدایت است، یعنی بعد از هدایت دوباره به تاریکی، دلالت به معنای تاریکی، این دوباره به تاریکی و کوری بر نگشته. من خدای یگانه را ستایش میکنم و شهادت میدهم که خدای جز او نیست و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده اوست. و بدان چی آورده اعتراف دارم و هر کس که از قبول آن امتناع وردد او ای را کافر میدانم و با او جهاد میکنم. و در قسمت از این پیغام آمده است که اما بعد خداوند محمد صلی الله علیه وسلم را به سوی خلق فرستاد که ترساننده و مژده‌رسان باشد و به اذن خدا مردم را به سوی خداوند بخواند و چراغ نور را افشان نگه دارد و همه انسانها را از خداوند بترساند و تا گفتار او درباره کافران محقق باشد یا به تحقیق برسد و خداوند هر کسی که دعوت رسول الله را اجابت میکرد، یعنی قبول میکرد، او را یعنی هدایت مینمود. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که فرمان الهی را انجام داده بود، امت خدا
و اندردها یعنی در قسمت اسلام داده بود و وظیفه خدا به پایان رسید، از دنیای فانی رحلت کرده. خب امین قسمت دیگه در پیغام برای مرتدین فرستاد، یعنی برای عام خاص گفت که کسانی که به روشنی آمدن یعنی اسلام قبول کردن و دوباره به تاریکی برنگشتن، خداوند اونا را رهنمایی و هدایت کردن و گفت که ما خداوند در ستایش میکنم و آنچه که حضرت محمد و به یقین هستم که حضرت محمد بنده خداوند و فرستادی بر حقی است که تا دین اسلام برای مردم آورد و انتشار داد و همچنان گفت که کسایی که خداوند و به یه وحدانیت مشناسه و محمد صلی الله علیه وسلم که بنده و فرستادی از او چیزی که او آورده با او یقین داره او را یعنی قبول میکنن و کسی که نمیکنه او را ما کافر میدانم و با او جهاد اعلان میکنم. همچنان حضرت ابوبکر صدیق یکی در افراد و اقوامی که از ادای فریضه زکات سرپیچی میکردن نیز اصلاح نبود، یعنی امو وقت هم یکی در از افرادی بودن که رکن چهارم بنای اسلامی که زکات از شاگردای عزیز او را نمی دادن و از دادن از او سرپیچه می کردن و حضرت ابوبکر صدیق اینا را اصلاح کرد و وادارشان ساخت که باید زکات مال خدا بپردازن. البته ساحه حاکمیت مسلمین در زمان حضرت ابوبکر صدیق تا شام، شام نام قبلی سوریه که امروز ما شما و کشور را به نام سوریه میشناسیم، نام قبلیش در اون زمان به نام شام بود و عراق رسید. یعنی ببینید که از کجاها تا کجا دین اسلام وسعت پیدا کرد به اساس سعی و تلاش مسلمین و زحمتکشی و غزواتی که در اون زمان انجام دادند. در وسط قلمرو مسلمین که امی که قلمرو مسلمین وسعت پیدا کرد و بزرگتر شد، خالد بن ولید نقش بسیار عمده داشت. یعنی به سرکردگی خالد بن ولید بود که بر طرف اینا لشکر میکشدند و قدرت و قوت مسلمین روز به روز افزوده میشد. البته دوره خلافت حضرت ابوبکر صدیق 2 سال و چند ماه بود که در سال 13 هجری وفات کرد. این بود شاگردان عزیز درس امروز ما شما در مورد خلافت حضرت ابوبکر صدیق. خب خلاصه درس ها براتان میگم شاگردان عزیز. خود دیدن که بعد از وفات حضرت سلام حضرت ابوبکر صدیق به اولین خلیفه انتخاب شد و در اولین خطبه که برای مردم ارائه کرد، یعنی برای انصار هم برای مهاجر، گفتن که مرا به خلیفه انتخاب کردین، من از شما بهتر نیستم، اگر خوبی کردم مرا امرایی کردین و اگر بدی کردم مرا متوجه بسازین یا مرا منع کنین، قوی ترین شما نزد من ضعیف و ضعیف ترین شما نزد من قوی هست. و در این زمان هم قلمرو اسلام آهسته آهسته وسعت پیدا میکرد، پیش میرفت تا قسمت های زیادی از ساحات دیگه تحت قلمرو اسلام میامد، مخصوصا سوریه که سوریه امروزی یا شام قدیمی و تا عراق وسط قلمرو مسلمین در اون زمان رسید و تا به می اندازه پیشرفت کردن. این بود درس امروز ما شما شاگردان عزیز. حالا هم مثل سابق یا مثل درس های گذشته باز هم چند سوالی به حیط کارخانگی براتون نوشته کردیم. شما کتابچه‌تان را بگیرین و سوالای کارخانگی را یادداشت بکنین و با کمک کتاب میتونید جوابایش را کتابچه‌هایتان نوشته بکنین. خب سوال اول ما شما است که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چند سال خلافت کرده بودند؟ سوال دوم است کدام ساحات در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در اختیار مسلمین قرار گرفت؟ و سوال سوم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در اولین خطبه خیش با مسلمانان یعنی مهاجر و انصار چی فرموده؟ این بود سوالای کارخانگی شما دخترها و پسرای عزیز. امیدوار هستم که درس یاد گرفته باشین و با معلومات اسلامی در قسمت تاریختان افزوده باشه. تا در تا آینده که باز هم در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند لایزال میسپارم. شاد و موفق باشین شاگردای عزیز. خدا نگهدارتان.